شما در سخنرانیتون گفتین آرزو دارید مردان روسیه شجاعت زنان ایرانی رو داشته باشن. منظورتون از این چیه؟ Look, Iranian women, they go to the streets in masses, great numbers. I mean, knowing that. ببینید، زنان ایرانی به صورت جمعی و در تعداد زیاد به خیابان میآیند. من میدانم که آنها با این کار جان خودشان را به خطر میاندازند. متاسفانه در روسیه ما تجمعات اعتراضی خیلی محدودی را میبینیم. مردان روسیه به جای اعتراض و مبارزه با رژیم از قوانین بسیج عمومی پیروی میکنند. به اوکراین میروند و اوکراینی ها را میکشند. چه نظامی و چه غیر نظامی. بسیار ناراحت کننده است که امروز در روسیه پوتین نشانه ای از مقاومت عمومی نمی‌بینیم، در حالی که در ایران علی‌رغم شرایط دشوار می‌بینیم که زنان ایرانی، البته نمی‌خوام مردان را دست کم بگیریم، نیروی محرکه این انقلاب پایان ناپذیر هستند. ممکنه که امروز و فردا به نتیجه نرسد، ولی مشخصا شجاعت آنها و از خودگذشتگیشان زمینه ای را برای ایران دموکراتیک در آینده فراهم می‌کند. Today or tomorrow, but clearly it's the but their courage and sometimes you know their ultimate sacrifices are just you know are fertilizing the ground for democratic ground in the future. فکر نمی کنید پروپاگاندای رسانه های دولتی روسیه در بیعملی مردان این کشور تأثیر گذار باشه؟ در مورد اینکه چرا در روسیه اعتراضات واقعی وجود ندارد خیلی می توان صحبت کرد. رژیم پوتین در شستشوی مغزی مردم روسیه موفق عمل کرده است و به نظر من ساختار جامعه روسیه متفاوت است. بخش بزرگی از جامعه در روسیه افراد مسن هستند، در حالی که ایران جامعه جوان تری دارد. شاید این یکی از مؤلفه تأثیرگذاری در تغییر حال عمومی جامعه باشد. و از سوی دیگر جامعه ایران به نوعی ارتباط بیشتری با دنیای خارج دارد در مقایسه با روسیه، چرا که بیشتر مردم در روسیه فقط اخبار داخلی را دنبال می کنند. البته دوباره بگویم که می شود در این مورد خیلی صحبت کرد، ولی واقعیت این است که در حالی که می بینیم ایران همچنان در تلاطم است و نمی شود این رود خروشان را آرام کرد، در روسیه هیچ جنبشی وجود ندارد. کمی از کنگره جهانی آزادی صحبت کنیم. شما اونجا در کنار مسیح فعالیت میکنید، امیدوار هستید به چه دستاوردی برسید؟ ایده این کنگره جهانی آزادی در صحبت‌های من با مسیح و لئوپال از ونزوئلا 2 سال پیش شکل گرفت و مستند شد و به تأسیس این سازمان و همچنین انتخاب مسیح 2 هفته پیش در ویلنیوس به ریاست این سازمان دست یافت. به اعتقاد من این گام بسیار مهمی است در متحد کردن کسانی که نماینده ده‌ها ملتی هستند که تحت حاکمیت مستبد و توتالیتر در تمام قاره‌ها هستند. در حالی که دیکتاتورها با هم متحد هستند، می‌بینیم که بعضی از آنها از نزدیک با یکدیگر کار می‌کنند. برخی از یکدیگر در سازمان‌های ملل حمایت می‌کنند. در سخنان مسیح هم شنیدیم، می‌دانیم که سازمان ملل به نوعی مأمنی برای تروریست‌ها و دیکتاتورها تبدیل شده است. بنابراین ما یک سازمانی را ایجاد کردیم که می‌تواند به جای مردم آن کشور سخن بگوید. نه، این آن چیزی نیست که ما می‌خواهیم. چه ایران باشد، چه اوگاندا، روسیه، بولیوی، ونزوئلا یا چین، کامبوج یا غیره، شما به صدای مردم گوش دهید. البته نمیتواند سریع تغییر ایجاد کند، اما میتواند فشار بیشتری بر رهبران جهان آزاد وارد کند که وانمود میکنند فقط دیکتاتورها نماینده این کشورها هستند. In the right direction. Obviously, it will not change things instantly, but I think it will put more pressure on the leaders of the free world who are trying to pretend that only dictators can speak on behalf of these countries.